این هفته بحرانی که آمریکا رو فرا گرفته، اورژانس بهداشت عمومی و آیا فناوری میتونه در جلوگیری از مصرف بیش از حد مواد مخدر و مبارزه با همه‌گیری مواد افیونی کمک کنه؟ Emergency. Request for an ambulance in Manchester. It's the Shell gas station. The patient is in the bathroom. He is overdosed. 35-year-old male. He is not conscious, not breathing, overdosed. آمریکا گرفتار بحرانی شده که در تاریخ بهداشت این کشور بی سابقه است. صدای پای پیشقراولان آخرالزمان میاد. اسم لشکرشون مرگه. هر سال 70,000 نفر در آمریکا اووردوز میکنن و میمیرن. I'm not doing nothing except sticking a needle in my arm every day, all day long. It's a waste of everything. حدود 3/4 این تلفات به خاطر اعتیاد به مخدرهای برگرفته از تریاک. اووردوز بزرگترین قاتل زیر 50 ساله ها در آمریکا است، به حدی که میانگین امید به زندگی رو آورده پایین. بعد از این تلفن ها داریم که از حساب گذشته، هر روز، تمام روز. فقط در طول تماشای همین برنامه 3 نفر در آمریکا به خاطر اووردوز جونشون رو از دست میدن. خیلی‌ها معتقدن ریشه این بحران تجویز بیش از حد داروهای مسکنه که اعتیاد آوره و ممکنه باعث بشه شخص پس از اتمام داروهاش دنبال جایگزین راه بیفته توی خیابون. 16 سالم بود، دندون عقلم رو کشیدن، به هم مسکن ویکودین دادن. اینجوری بودم که این چیه، معجزه میکنه. یه حال خوبی داشتم که دیگه هر روز باید میخوردم. بعضی از مخدرهای مصنوعی مثل فنتانیل که 50 برابر هروئین قویه، یا حتی کارفنتالین که هزاران بار قوی تر از هروئینه، در مقیاس انبوه از چین وارد میشن و با هروئین قاطیش میکنن. قاتل این مردم فنتانیله، نه هروئین. و این موضوع کل جامعه رو متاثر کرده. باز هم فنتانیل. به نیو همشهر هم اومدن که محله های ما رو آلوده کنن. پرزیدنت ترامپ وضعیت اضطراری سلامت عمومی اعلام کرده. We will end this terrible menace. We will smash the grip of addiction. پارسال کنگره و اداره خوراک و داروی آمریکا قولهای فناوری رو متهم کردند که آگهی‌های فروش غیرقانونی مواد مخدر رو حذف نمی‌کنند و به این بحران دامن می‌زنند. America's in the midst of one of the worst epidemics that it's ever experienced with this drug epidemic. But your platform is still being used to circumvent the law and allow people to buy highly addictive drugs without a prescription. What we need to do is build more AI tools that can proactively find that content. But you've said before you were going to take them down and you haven't. And there's Gentleman's no time up. Has expired. اما سوال اصلی اینجاست که شرکت‌های فناوری در رشد این فناوری چه نقشی دارن؟ آیا اونا به عنوان مجموعه‌های سریع مبتکر میتونن راه حلی نوآورانه برای این بحران پیدا کنند؟ همکارم نیک کویک در آغاز تحقیقش سری زده به آزمایشگاه تخصصی آنلاین در جنوب آمریکا. در دانشگاه آلاباما در بیمنگام، گری وارنر و دانشجوهاش فعالیت‌های غیرقانونی آنلاین رو بررسی می‌کنند. بعضی از بچه‌ها روی تروریسم کار می‌کنند، بعضی‌ها روی جرایم مالی کار می‌کنند. کارهای بدی ای که این دانشجوها در این حوزه انجام دادن به FBI و دستگاه‌های امنیتی و اخیراً فیسبوک که خونه مجازی نیمی از آمریکایی‌هاست کمک کرده. مسئولین فیسبوک متوجه موزل خرید و فروش مواد مخدر روی این پلتفرم شدند. ما از مدتی پیش برای حذف محتوای تروریستی از فیسبوک باهاشون کار میکردیم. این بار هم روی کردمون همونه. گری و تیمش هزاران وبسایت رو که به نظرشون مخدر میفروشن به ضابطان قانونی معرفی کردند. من همیشه تو شبکه‌های اجتماعی میچرخم تا کسایی رو که مخدر میفروشن پیدا کنم. معمولاً زیر پست آدمی که مصرف میکنه کامنت میذارن که بهشون مواد بفروشن. فکر کنم هر کدوم از ما هر روز هزاران حساب کاربری پیدا میکنیم که به نحوی درگیر این ماجرا هستن. هر روز صدها وبسایت رو بررسی میکنیم. خیلی زیادن.
در واقع باید بدترین جاهای اینترنت رو بگردیم. ولی خب کارمون همینه، بابتش پول میگیریم. اسم خودشون رو گذاشتن تحقیقات شیمیایی. وبسایتی که فنتانیل در مقیاس انبوه میفروشن. ولی روی شبکه‌های اجتماعی بیشتر مصرف کنندان که دنبال مصرف شخصی خودشونن. اون چیه روی صفحت؟ یه سکه یه پنی جلوی 2 میلی گرم فنتانیل. 2 میلی گرم برای کشتن یه آدم بزرگ کافیه. مشاهده ما نشون میده که خیلی از مردم فکر میکنن دارن مسکن میخرن. میرن یه سایتی که شبیه داروخانه آنلاینه. نمیفهمن داروخانه با مجوز نیست. بدون نسخه دارو میگیرن. خیلی هم ارزونتر براشون در میاد. مشکل اینجاست که وقتی دارو به دستت میرسه، چون تحت نظارت و تایید شده نیست، معلوم نیست از کجا اومده. وقتی شما آنلاین و بدون نسخه از یه داروخانه غیرقانونی دارو میخری، در واقع داری با سلامت خودت قمار میکنی. شما چندین سال مشغول این کاری، چقدرش کاره و چقدرش امر شخصی؟ به اون هم میرسیم. بله، خب. من دختر خودم رو به خاطر اعتیاد به هروئین از دست دادم. بچه مشکل داری بود، معتاد شد و یه شب که مصرف کرده بود خودش رو کشت. 19 سالش بود. اگه کار ما تو این آزمایشگاه باعث شه یه نفر دیگه دختر یا پسرش رو از دست نده، کار ما ارزش داشته. الان وقتی توی آمریکا فردی در فیسبوک به دنبال مواد مخدر یا داروهایی که ذکرش رفت میگرده، به طور خودکار هدایت میشه به یک وبسایت دولتی که برای کمک به اینجور افراد ساخته شده. اما مسئله اینجاست که خیلی از این آگهی‌ها به عنوان کامنت یا نظر گذاشته میشن و اگه فرد روی لینک اون آگهی کلیک کنه، اتوماتیک و خودکار میره به اون وبسایتی که مواد مخدر یا دارو میفروشه. مسئله اینجاست که در ثانیه 500,000 کامنت در فیسبوک گذاشته میشه و اگر حساب کاربری کسی رو مسدود بکنن، به راحتی میتونه که حساب کاربری جدید باز بکنه. بنابراین تقریبا میشه گفت که کنترلش غیر ممکنه. ادامه تحقیقات نیک کویک رو ببینیم. پلتفرم ها حساب کاربریشون رو میبندن، ولی با یه اسم دیگه میان. معلوم نیست یه نفره یا یه سازمان بزرگه یا چی، ولی بعضن یه نفر حدود 15 تا حساب مختلف رو اداره میکنه. برای اینکه همه حساب‌ها به یه شماره تلفن وصله. یه موقع مردم روی فیسبوک وایاگرا می‌فروختن. کلمه وایاگرا و یکی دوتا معادلش رو حذف کردن. فروشنده دید دیگه نمیتونه رو فیسبوک بفروشه، ول کرد. خلافکارا و معتادا و قاچاقچی‌ها خیلی خلاف شدن. فکر می‌کنن چجوری میتونم پیام رو برسونم که چی می‌خوام یا چی می‌فروشم بدون اینکه سانسور پلتفرم بفهمه. مثلا به جای حرف او عدد 0 می‌ذارن. بعد اگه شما از روی میزان مصرف بخوای دنبال چیزی بگردی، اینکه حروف رو با عدد قاطی کردن کار رو خراب میکنه. تقریبا تعقیب و گریز دائمه. ما بهش میگیم رقابت تسلیحاتی کلید واژه ها. ما کلمه رو میدیم به فیسبوک، فیسبوک فیلترش میکنه. فروشنده به جای اون کلمه یه کلمه دیگه میذاره و همین چرخه هی ادامه داره. چند تا شده تا حالا؟ کلید واژه ها 1695 تا. تازه این لیست به روز نیست. احتمالا الان بیشتر از ایناست. بعضی میگن خوب کارمند بیشتر استخدام کنیم که روی محتوا نظارت کنه. خیر، اینجوری باید بی نهایت ناظر داشته باشی. باید کم و بیش برای هر یه نفری که روی فیسبوک چیز می نویسه یه ناظر داشته باشی. بنابراین شدنی نیست. باید با الگوریتم انجام بشه. تیم گری داره یه نرم افزاری می نویسه که خودکار اینترنت رو بگرده دنبال فنتانیل. همون کاری که پیش از این توی تحقیقات اداره امنیت داخلی آمریکا انجام شده. اگه برین سراغ یکی از این سایت ها، قرص فنتانیل بین 200 تا 980 دلاره. البته ما دنبالش نگشتیم. با همین ابزار جادویی بینگ پیداش کردیم. یه فهرست بهمون میده که سایت هایی که کلید واژه های مرتبط با فنتانیل زیاد داشتن. الان یه کاربر عادی به مراتب سخت‌تر میتونه روی این پلتفرم ها مخدر پیدا کنه. آیا میتونه؟ بله. همیشه بالاخره پیدا میشه. حتی اگه پولی رو که صرف این کار میکنیم 100 برابر کنیم، باز هم پیدا میشه. و این به خاطر ابعاد فیسبوکه. البته ماجرا محدود به فیسبوک نیست. به توییتر هم زیاد نقش شده که مطالبی رو که تبلیغ مخدرهای غیرقانونی میکنن حذف نمیکنه. We don't need to have our social media promoting the use of illegal drugs.
and our children and our families. Yes, I agree with you. This is unacceptable, and we will act. لارن کالبرتسون رئیس برنامه ریزی عمومی توییتر در واشنگتنه. از زمانی که اقدام در این راستا رو شروع کردیم تا حالا 17,000 توییت رو حذف کردیم و این رقم هر روز بالاتر میره. توییتر علاوه بر حذف توییت ها با اداره مقابله با مواد مخدر آمریکا هم همکاری میکنه. طرحی دارن به اسم روزهای پس گرفتن. توییتر در اون دوره یه اموجی قرص درست کرده بود و با هشتگ های مختلف در این رابطه اطلاع رسانی میکرد. در حال حاضر داریم روی یه طرح جدید کار میکنیم که وقت کاربر دنبال چنین چیزهایی بگرده اتوماتیک هدایت میشه به صفحه های خدمات درمانی و امدادی. چند تا مشکل مهندسی داشتیم که به زودی رفع میشه و طرح رو اجرا میکنیم. توییتر همیشه طرفدار آزادی بیان بوده و خیلی اهل سانسور و کنترل سختگیرانه نیست. فکر میکنید چقدر باید سیاست هاتون رو در رابطه با این بحران مواد مخدر تغییر بدین؟ خب فعالیت‌های غیرقانونی همیشه در خدماتی که ما ارائه می‌کنیم ممنوع بوده. اگه موردی باشه برخورد می‌کنیم. همینطور که خیلی‌ها میگن نظارت بر محتوا کار پیچیده‌ایه و باید حتماً به اندازه باشه. یعنی در عین اینکه می‌خوایم جلوی فروش غیرقانونی دارو رو بگیریم، باید حواسمون باشه که بیش از حد دخالت نکنیم و احیاناً کسانی رو که در مورد بحران مخدر بحث و گفتگو می‌کنن سانسور نکنیم. این هفته یک دست روباتیک مکعب روبیک حل کرد. این دست که توسط اوپن ای آی ساخته شده موفق شد در عرض 4 دقیقه مکعب روبیک حل کنه. دولت بریتانیا برنامه‌ای که قرار بود بر اساسش جلوی دسترسی افراد زیر 18 سال به سایت‌های پورنوگرافیک را می‌گرفت، لغو کرد. قرار بود این کار از طریق بررسی‌های سختگیرانه تایید سن انجام بشه. ناسا از جدیدترین مدل لباس فضایی در آستانه مأموریت 2024 به ماه رونمایی کرد. یکی از مهندسان انعطاف پذیری این لباس فضایی را با پیچ و تاب دادن کمرش نشان داد، چیزی که در لباس‌های قبلی امکان پذیر نبود. آخر هفته گذشته در بازی محبوب فورتنایت بارش شهابی رخ داد و بعدش تنها چیزی که روی صفحه نمایش دیده می‌شد یک سیاه چال بود. بازیکنان نگران بودند که بازی کی دوباره آنلاین خواهد شد. سرانجام فورتنایت بعد از 48 ساعت با فصل جدید بازی برگشت و با نقشه و محتوای جدید در دسترس قرار گرفت. پس از طرح پروژه ارز رمز لیبرا از طرف فیسبوک، 7 شرکت بزرگ از 28 عضو اصلیش ازش خارج شدند. booking.com آخرین شرکتی بود که قرار است روز دوشنبه عضویتش را ترک کند. با این حال سخنگوی فیسبوک گفته همچنان قصد دارند سال آینده در صورت توافق قانونگذاران مالی بین‌المللی این ارز رمز را ارائه کنند. و بالاخره یک راه حل روباتیک برای کسایی که میخواین جعبه را از یک جا به جای دیگه منتقل کنن. اجیلیتی روباتکس از جدیدترین نسخه دیجیت رو نمایی کرده. این ربات به کمک دوربین ها و لیدار میتونه جعبه را شناسایی کنه، بارکد رویش را بخونه و با حس کردن موانع هنگام راه رفتن از برخورد با اونا جلوگیری کنه و جعبه را سر جایش بگذاره. دولت به شرکت‌هایی مثل گوگل فشار میاره که برای جلوگیری از دسترسی به مواد مخدر یه کاری بکنن. ولی اگه بخوان جلوی جستجوهای مرتبط با مواد مخدر رو بگیرن، ممکنه ناخواسته جلوی دسترسی به اطلاعات حیاتی مثل راهنمایی‌ها و توصیه‌های پزشکی رو هم بگیرن. گوگل اخیراً نقشه‌هاش رو برای برنامه بعدی روز پس دادن به روز کرده تا مکانهایی که مردم داروهای اضافیشون رو بدون نگرانی تحویل بدن مشخص باشه. آمازون هم الکسا رو به روز کرده تا اگه کاربری در مورد این بحران سوال کرد به بهترین و مفیدترین جواب برسه. اما راههای دیگه هم هست که فناوری میتونه به این موزل کمک کنه. جایی هست که افراد میتونن تحت نظارت متخصصان مراقبت‌های بهداشتی تزریق انجام بدن تا در صورتی که اووردوز کردن، یعنی مصرف بیش از حد دارو یا دراگ رو داشتند، کسی باشه که به دادشون برسه. برای همچین جایی هنوز توی آمریکا مقاومت وجود داره، اما در ونکوور کانادا جایی هست که بهش میگن اینسایت. 15 ساله که بازه و هنوز یک مورد فوتی نداشته و جالبه که اونجا از هوشی‌های هوشمند و فناوری بهره میبرند. پژوهشگران در سیاتل دارن اپلیکیشنی می‌سازن به اسم سکند چانس یا بخت دوم
که کارش اینه که از میکروفون و بلنگوی گوشی استفاده میکنه و به طور خودکار افرادی رو که در آستانه اووردوز باشن شناسایی میکنه. مشکل بنیادی ما با اووردوز اینه که شخص معمولاً یا تنهاست و میمیره یا اگر کسایی اطرافش هستن متوجه نمیشن ماجرا چیه و نمیتونن کمک کنن. شخصی که اووردوز میکنه تنفسش خطرناک میشه. این نرم افزار عملاً گوشی موبایل رو به تنفس سنج تبدیل میکنه. به این شکل که میکروفون و بلندگوی موبایل رو تبدیل میکنه به یه سونار با برد کوتاه، مثل زیردریایی یا دلفین. یعنی صداهایی تولید میکنه که گوش آدم نمیشنوه، ولی پژواکش رو میکروفون دریافت میکنه و از روی اون پژواک میشه شکل و حالت نفس کشیدن رو تشخیص داد. But the reflections of those tones can be heard by the microphone and those reflections can be used to identify breathing pattern. اگه اپلیکیشن تشخیص بده تنفس شخص به طرز خطرناکی افت کرده، موقعیتش رو به اورژانس گزارش میکنن تا خودشون رو برسونن. اما این چقدر موثره؟ آزمایشایی که کردیم 97% به تشخیص افرادی که این نوع مشکل تنفسی داشتن حساس بوده. تصور ما اینه که اگه ابزار تشخیص وسیله‌ای باشه که همه آدم‌ها دارن، عامل خجالت و شرم ضعیف‌تر میشه. یعنی از داشتن اون وسیله معلوم نمیشه من نوعی مشکل مصرف مواد مخدر دارم، چون موبایل رو همه دارن. نکته دیگه‌ای که مردم اغلب متوجهش نیستن اینه که این اختلال یا اعتیاد هم مثل یک جور بیماریه و شخص مبتلا دلش میخواد حتی در حالتی که چنین رفتار پرخطری انجام میده احساس امنیت داشته باشه. ولی یک اپلیکیشنی ساخته شده به اسم بی‌کانکت که یک جور تقویم آماده میکنه و شخص میتونه باهاش برای خودش برنامه بریزه و هدفی تعیین کنه که بهش برسه. وقتی به اون اهداف رسید، اعتبار برای خرید از آمازون جایزه میگیره. در نتیجه تشویق میشه که همون روال رو ادامه بده. علاوه بر این، برای درمانگرها هم مثل یک ابزار نظارتیه که باهاش میتونن اون شخص رو زیر نظر داشته باشن. اپلیکیشن بهشون نشون میده که اون شخص کجاست، چقدر پیشرفت کرده، به مرکز درمانی مراجعه کرده یا خیر، جلسه مشاوره رفته یا خیر و نهایتاً چقدر احتمال داره دوباره مصرف کنه. اگه احتمال بالا باشه میتونن مداخله و پیشگیری کنن. یه اپلیکیشن دیگه هم هست به اسم ایموکا که شخص باهاش از خودش در حین مصرف داروهاش فیلم میگیره تا مجبور نباشه شخصاً بره دکتر که معاینه بشه. فیلم رو با همون اپلیکیشن میفرستن. یک مددکار که در جریان پیشرفت شخصم هست صحت فیلم رو تایید میکنه. استارتاپی که این اپلیکیشن رو ساخته داره امکان پرداخت پول به جای اعتبار آمازون رو هم بررسی میکنه. ولی مسئله مهم اینه که آیا مردم واقعا از این اپ ها استفاده میکنن یا نه. وید که در حال بازپروری نظرش چندان مثبت نبود. اینکه من معتاد باشم و وسط کارهام اپلیکیشن باز کنم، باهاش فلان کار رو بکنم، خیال خامه. باید یه چیزی باشه که خودش کارش رو بکنه و لازم نباشه من کاری بکنم. اگر چنین چیزی باشه به درد میخوره. اگه به میزان استفاده اپلیکیشن های مرتبط با بهداشت و درمان نگاه کنید، به خصوص اونایی که به سلامت روانی ربط داره، آمار فاجعه باره. بعد از 2 ماه حداکثر 5% افراد همچنان از اپلیکیشن استفاده میکنن. در واقع شما داری از شخص میخوای کاری بکنه که همین جوری هم برای انجامش مشکل داره. یعنی باید تلاش کنه خودش رو با اون اپلیکیشن مشغول کنه. امیدوارم هیچ کس مجبور به استفاده از این اپ نباشه. منظورم اینه که حتی فرد معتاد وقتی که به این مرحله میرسه بتونه که ترک کنه. اما یکی از مشکلاتی که افراد وقتی که از بازپروری برمیگردن دارن اینه که برنامه‌ای ندارن که طبق اون مسئله بازپروری رو ادامه بدن. مرکز اعتیاد شرکت کورنل تک تحقیقی کرده که ببینه آیا از شیوه استفاده ما از موبایل میشه فهمید چقدر در برابر اعتیاد آسیب پذیریم و چقدر احتمال بازگشتمون به اعتیاد هست. چیزی که متوجه شدیم اینه که میل شخص به مصرف نسبت غیرقابل انکاری داره با اینکه چقدر میره سراغ موبایلش یا با اینکه موبایلش رو کی و چجوری شارژ میکنه. آیا یه بار تو روز یا شب میزنه به شارژ یا بدون نظم خاصی در زمانهای مختلف در طول روز شارژ میکنه. فهمیدن این رویه‌های رفتاری این فرصت رو به ما میده که به موقع و پیش از اینکه شخص کاری بکنه مداخله کنیم. این رو میدونیم که مردم به پلتفرم‌های دیجیتال خیلی راحت‌تر و بیشتر اطلاعات میدن تا به آدم‌های دیگه. حالا این اطلاعات میتونه مصرف مواد مخدر باشه، ابتلا به ویروس HIV باشه
یا مثلا زنها تعداد کسانی رو که باهاشون ارتباط جنسی داشتن در پلتفرم‌های دیجیتال بیشتر میگن تا به آدم، و اینها همه نشونه‌هایی که برخورد آدم‌ها با پلتفرم‌های دیجیتال چجوریه. بازم بریم سراغ نیک که گزارشی داره از استفاده از واقعیت مجازی در درمان اعتیاد به مواد مخدر. اینجا در حومه نشویل دارن این فرضیه رو که مردم در مواجهه با فناوری بازترند آزمایش میکنند. یه شکل جدید تراپی طراحی کردن که این ارتباط رو موثرتر و آسان‌تر میکنه. نووا رابینسون برای اینکه بهتر با مراجعانش ارتباط برقرار کنه از واقعیت مجازی کمک میگیره. بلند شو. صدامو میشنوی؟ مشاهده نووا اینه که مراجعهاش در دنیای مجازی و با آواتارهای دیجیتال بازتر و راحت ترند. چه حسی داری؟ یه مقدار خشم به نظرم. یه مقدار هم غم. احساس میکنم خول شدم. ویت از سن کم رفته سراغ مواد مخدر و هرچی گذشته وضعش بدتر شده. یکی از ویژگی‌های وی آر که کمک می‌کنه ویت مشکلش رو بهتر ترک کنه اینه که اون مشکلات رو به شکل مجازی می‌کشه بیرون و تصویر می‌کنه. در نتیجه بهتر به یاد می‌مونه. ویت فکر می‌کنی محتمل‌ترین توضیح در این مورد چیه؟ همش دروغه. احتمالاً دلیلش همینه. هر وقت میرسم اینجا حیرت می‌کنم. وامیستم عقمو رو نگاه می‌کنم می‌بینم چقدر صداش توی سرم مسخره است. و اینکه این مشکل‌ها اینجوری جلو آدم قرار می‌گیره تازه باعث میشه بفهمیش. هنوز در مرحله کشف و شناختیم، ولی در همین مرحله هم میشه دید که شخص مبتلا میتونه از محیطش بزنه بیرون، یعنی از محیطی که افکار و احساسات منفی توش جریان داره، و وقتی از اون محیط میاد به محیط مجازی احساس میکنه همه چی به قاعده تره و احساس سبکی میکنه که چنین تجربه‌ای کرده. خیلی عجیبه خدایی، واقعا عجیبه. آدم رو میبره، نمیدونم چجوری بگم، در آن واحد میبره تا یه دنیای دیگه. اگه من بتونم بهشون یاد بدم که خودکار افکار و احساسات منفیشون رو کنترل کنن، دیگه چنین تجربه‌ای نمی‌کنن و به نظر میاد کل فرایند موثرتر میشه. وقتی اون ماسک رو گذاشتم در همون لحظه آروم شدم، چون وارد دنیایی شده بودم که خیلی حواسم رو پرت می‌کرد. افکاری که به شکل وسواس‌گونه تو ذهنم داشتم رو برای یه ساعت و نیم از سرم دور کردم. افکاری که اون موقع به باور واقعی تبدیل شده بودن رو از سرم بیرون کرد. اونا رو گذاشتم جلوم طوری که بتونم ببینمشون. این تازه اول دوره آزمایشیه. تا الان صرفاً یه تلاش فردیه و هنوز کار داره تا نوا از نظر علمی از تأثیر روشش مطمئن بشه. اما این جلسات اولیه خیلی امیدوارکننده بودند. این در واقع برای من تو واقعیت مجازی خیلی بیشتر جنبه درمانی داشت. در نهایت نوا مایل این روش رو عمومی کنه تا افرادی که در دوره به بودند بتونن درمان مجازی رو از راه دور دریافت کنند. کسانی که وارد دنیای واقعیت مجازی میشن نسبت بهش بی‌حس نمیشن. صرفاً یه چیز جدید نیست. اونا واقعاً ارتباطات اجتماعی واقعی و روابطی که حمایتشون میکنه پیدا میکنن. اگه این تأثیرات رو در شرایط اعتیاد ایجاد کنیم، به نظرم میتونیم احتمالاً تأثیر روی بحران اعتیاد به مواد مخدر بذاریم. این مردان اینجا موقتاً حضور دارن. بعد از یک ماه بازپروری برمیگردن به جامعه. داشتن چنین امکانی که بتونن در خونه هم بهش دسترسی داشته باشن، ممکنه بتونه برای پاک موندن بهشون کمک کنه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.